مامورهای پلیسی که دریچه‌ای به جهنم پیدا می‌کنن. گلاسیا سلام. اولا که امیدوارم از دکور جدید خوشتون بیاد. هنوز تکمیل نشده، نورپردازی پشت مونده. ولی خب یه خورده کیفیت کارو بردم بالاتر که شما هم بیشتر لذت ببرید. امروز می‌خوایم فیلم باسکین محصول ترکیه سال 2016 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های ترسناک خوب توی کشور ترکیه حساب میشه، مخصوصا از لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا فضاسازی ترسناکی که توش داره. داستانش یه مقدار بی‌سر و ته می‌تونیم بهش بگیم، ولی خب دلیل نمیشه که ارزش کارو پایین بیاریم. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم پسری میبینیم که از خواب بیدار میشه و میره دم اتاق پدر و مادرش رو در میزنه تا مادرش صدا کنه، اما جوابی نمیشنوه و یه رفعه از اتاقش صدای میاد. همین که برمیگرده دست وحشتناکی میبینه که به طرفش دراز شده و با وحشت میدوه طرف اتاق مادرش و سکانس بعد همه چیز عوض میشه. مردی میبینیم که یه شنلی پوشیده و سطلی هم دستش و وارد یه رستوران میشه. تو این رستوران هم 5 تا مامور پلیس کنار هم نشستن و دارن با هم دیگه صحبت و شوخی میکنن. مرد شنل پوش سطل رو به صاحب رستوران میده و میبینیم توش گوشته و شروع به درست کردن غذا برای همین مامورها میکنه. یکی از مامورها هم که رانندهشون هم هستش خیلی سردرد داره و کنار سموور نشسته و منتظره که حالش بهتر شه. رئیس این مامورها هم مردی به اسم رمزی که سنش همه بیشتره و یه رفیق راننده با عصبانیت فریاد میزنه خفش و سرم خیلی درد گرفته و میخوام بهتر شم. حالا جدا از رئیسشون که رمزی بود و این راننده، با یکی دیگه‌شون به اسم یاووز آشنا میشیم که یه دونه از این قلدر پرواست که مدام داره از رابطه‌های جنسی و این چیزاش تعریف میکنه. یه پسر دیگه هم هست که تازه کاره به اسم آردا. یاووز برای آردا میگه که چطوری چند دفعه پیش رفته بوده یه جایی پایی که رابطه داشته باشه و یه دفعه فهمیده طرف مرده، اما بازم کارش رو ادامه داده. خلاصه وسط این حرفا هم پسر صاحب رستوران غذاشون رو میاره و این حرفو میشنوه و یوم میخنده. این یاووز عصبی هم یه قاطی میکنه و میگه غلط کردی به حرف من میخندی و میخواد دعوا راه بندازه. صاحب رستوران هم میاد وساطت کنه و این وسط راننده‌ای که سردرد داشت رفی حالا تهوع میگیره و میره توی دستشویی. یاووز هم همچنان در حال کلکل با پسر صاحب رستورانه که رفی رئیسش رمزی میگه اگه جرأت داری برو بزنش. اونا همین کارو میکنه و پسر صاحب رستوران هم چند تا کتک میزنتش و وسط دعواشون رفی صدای همون راننده ها رو از دستشویی میشنوه که داره فریاد میکشه. با سرعت میدونن سمتشو در باز میکنن و همینن حالش کاملا خوبه. میگه که یه رفعه حس کردم که دارم توی آینه گم میشم، انگاری واقعیت هم داشت از بین میرفت و فقط دارم میخواست فریاد بزنم. بعدم میگه حالم الان اوکی و میشنه پشت فرمون. بقیه هم عقب میشنن و به سمت ایستگاه پلیس راه میفتن. یه رفعه تماسی با رادیوشون گرفته میشه و یه مامور پلیسی که درخواست نیروی پشتیبانی داره. توی محله ای هم هست که از صحبتش میفهمیم این محله کلا آدمای دیوونه میمونه زندگی میکنن، کسایی که تو فاز جنگیری و این چیزهان و معتقدن که این محله کلا جن زده است. به هر حال مجبور میشن به کمک اون مامور پلیس برن. وقتی به محله نزدیک میشن تمام رادیوها و گوشیهاشون از کار میفته، اما با این حال راهو ادامه میدن. اینجاست که یه رفعه مرد برهنه میبینن که با سرعت از جلوشون رد میشه. راننده هم میزنه رو ترمز و وقتی پیاده میشن هیچ کسی و اطراف نمیبینن، فقط متوجه یه سری علامت و رد عجیب روی در و دیوار ماشین میشن. دوباره سوار میشن و کمی جلوتر یه رفعه مرد دیگه رو میبینن که این بار راننده بهش میزنه. بعدم وحشت فرمون رو میچرخونه و همشون با هم دیگه میرن توی دریاچه. دوباره سکانس عوض میشه و میریم به همون رستوران و میبینیم که آردا جلوی رئیسشون رمزی نشسته و دارن حرف میزنن. بقیه مامورا هم نشستن دارن تلویزیون میبینن. آردا داره برای رمزی تعریف میکنه که وقتی بچه بودم یکی از دوستان بود که میگفت وقتی پدرش فوت کرده روح اونو در حال ترک کردن بدنش دیده. خودم هم یه بار خواب بودم که رفی چشمامو باز کردم و دیدم که همون دوستم نابود شده و با دستش میخواد منو بکشونه سمت تختم. اینجا میفهمیم که آردا همون پسر بچه‌ای که اول فیلم دیدیم. در ادامه حرفاش همون قضیه رو تعریف میکنه و میگه وقتی اومدم تو اتاقم دیدم دوستم اونجا. بعد چشمامو باز کردم و دیدم همه چیز یه خواب بوده. اما وقتی که رفتم بیرون فهمیدم که دوستم واقعا جونش رو از دست داده. اونم توی تصادف با ماشین تو شب قبلی. از اون موقع آردا انگاری میتونست چیزهای ماوراءطبیعه رو ببینه و یک سال بعدم پدر و مادرش رو از دست میده. عموشونو بزرگش میکنه و در آخرم میذارتش پیش یکی از دوستاش تا کار بکنه. دوست عموی آردا کیه؟ همین رئیس ایستگاه پلیس، یعنی رمزی. رمزی میاد جلوتر و میگه به خودت بیا، کسی دیگه غیر من و تو اینجا هست؟ آردا اطرافو نگاه میکنه و نه تنها بقیه ناپدید شدن، بلکه میبینه یه مرد شنل بوش هم پشت سر رمزی وایساده. دستش رو سمت آردا میگیره و یه دفعه میبینه که بقیه دوستاش دارن اونو از آب بیرون میکشن بعد از همون تصرفی کردن. همه مامورا به هم ریختن، مخصوصا یاووز عصبی که سر راننده داد میزنه و میگه همش تقصیر احمق بودن تو که تصرف کردیم. لحظاتی بعد چند تا از آدمایی که این اطراف زندگی میکنن به طرفشون میاد. یکیشون هم شروع به خندیدن به مامورا میکنه که یاووز عصبانی میخواد بزنتش و بقیه میگن که ولش کن، اون معلولیت داره و نمیفهمه چیکار میکنه.
خلاصه که از جاشون بلند میشن و شروع به گشتن دنبال کسی میکنن که با ماشین بهش زده بودن. البته که هیچ کسی اینجا نیست. ولی برای همسایه‌های اینجا تعریف میکنن که دنبال چی میگشتن و اونا میگن محله‌ای که دنبالشید همین یه خورده جلوتره. مامورا هم تصمیم میگیرن به کمک همون ماموری برن که درخواست نیروی پشتیبانی کرده بود. یه خونه درب و داغون و به هم ریخته که خیلی هم ترسناک و اول مرددن که برن داخل یا نه. ولی خب رئیسشون رمزی میگه باید همین کارو انجام بدیم. قبل از اینکه بره داخل هم یه رفیق در گوش آردا میگه همه چیز مربوط به توه، خیلی مراقب باش. میرن داخل، صداهایی میشنون و به طرفش میرن و میرن ماموری که درخواست کمک کرده بود رو به دیوار واسطه و مدام کلشو به اونجا میکوبه. سرش هم به شدت زخم شده. بعدا میرن سمتش و اصلا هیچ پاسخی به جواباشون نمیده. هر کدوم به طرفی میرن تا ساختمون رو بررسی کنن و همین ماموری که حالش خوب نیستن به طرفی اشاره میکنه که کلاه یه مامور دیگه افتاده. رمزی میره اونجا و میرن پیش راننده پلیس. اونم داره همچنان تو ساختمون قدم میزنه که صداهای عجیبی میشنوه. وارد یه اتاق فوق‌العاده وحشتناک میشه و میبینه که تو اتاقک‌های کوچیک آدم‌های مختلفی روی زمینن که چشماشون بسته شده و خیلی‌هاشون به زنجیر کشیده شده. آدمایی که اکثرشون سر تا پاشون خونیه، بعضی‌هاشون دارن به شکل وحشتناکی با هم رابطه جنسی برقرار می‌کنن و خلاصه اوضاع خیلی وحشتناکه. راننده پلیس که میترسه چراغ قوه‌شون میندازه و می‌بینیم همین آدم‌های بسته شده یه رفیق سمتش حمله می‌کنن و صدای فریادش رو می‌شنویم. رئیس پلیس و مامورهای دیگه هم با هم به اتاق دیگه‌ای میرسن که اونم باز کلی وحشتناکه. کلی زنجیر ازش آویزون شده. وسطش سری لوازم مثل مراسم های احضار روح و شیطانه و روی سقفش هم کلی سمبول های مختلف کشیدن. یه رفیق دختر هم میبینن که توی قفس برهنه دراز کشته و حالش اصلا خوب نیست. طرف دیگه هم زنی و در حال خوردن لاشه یه حیوان یا آدم میبینن. مردی هم میبینن که با شنل پشت سر رمزی ظاهر میشه و با پتک توی سرش میزنه. آدم های وحشتناکی که به زنجیر کشیده شده بودن حالا آزاد شدن و دنبال مامورهای دیگه میافتن. موفق میشن که برن سمت آردا و اون یه گوشه گیر انداختن که یه رفیق توهم دیگه توی سر آردا شکل میگیره. بازم توی رستوران جلوی رئیسش رمزی نشسته. رمزی میگه منم از بچگیم چیزهایی از ماوراءطبیعه میدیدم، دقیقاً مثل تو، اما تو هیچ وقت بهش رسیدگی نکردی و من میدونم که الان چه اتفاقای وحشتناکی داره میفته. هر چی میگذره این قدرت قوی تر میشه و الان برای تو هم همین اتفاق افتاده. دوباره چشماشو باز میکنه و توی واقعیت میبینه که به دیواری بسته شده کنار مامورهای دیگه و دور و برش نه هم آدمهای وحشتناک احاطهشون کردن. حالا میفهمیم همه اینا شبیه یه فرقند و رئیس این فرقه عروس صندلی بلند میشه، میاد وسط و شنلشو کنار میزنه و قیافه وحشتناکش رو نشون میده. همه بهش تعظیم کردن و یه سریشون اونو بابا یا فادر صدا میکنن. بابا مامورهای پلیس میگه جهنم جایی نیست که ماوراءطبیعه باشه و توی کتاب ها نوشتن. جهنم یه چیزی که تو درون خودتون حملش میکنید و الان اون جهنم انتخاب کرده که شماها به اینجا بیایید تا من و فرقه اطرافم بهتون نشون بدیم که چقدر میتونه وحشتناک باشه. بعد میره طرف یکی از مامورها و بدون هیچ رحمی یه رفعی شکم اونو پاره میکنه. بعدم روده‌هاشو بیرون میکشه و در حالی که بقیه وحشت زدن بهشون میگه نگران نباشید اون از بین نمیره. دوباره بیدار میشه و باز هم باید این چرخه شیطانی و وحشتناک رو پشت سر بذاره. به روایتی همه شما تو این جهنمه گیر افتادید و مدام باید این وحشت ها رو پشت سر بذارید. حالا میره طرف یاووز عصبی. یاووز همچنان وحشت قضیه رو درک نکرده و داد میزنه که مامورهای دیگه الان دنبالمون اومدن و به زودی میگیرنتون. بابا میگه که قدرت شما انسان ها و قانوناتون خیلی کمتر از این جهنمه. بعد بدون هیچ رحمی با چاقوی مدام به چشم های یاووز ضربه میزنه و همش ازش خون میریزه. در آخر هم پارچه‌ای رو دور سرش میبنده که کاملا شبیه همون آدم های دیگه ای میشه که به زنجیر کشیده شده بودن و چشماشون بسته بود. حالا از اتاق دیگه زنی که یه ماسک بزم روی صورتش گذاشته چهار دست و پا میاد جلو و پشتش رو میکنه به همین یاووز. بابا اونو به زور میشینه رو زمین و مجبورش کنه که با این زن رابطه برقرار کنه. اما وقتی که نمیتونه این کارو انجام بده، بابا یه دفعه بهش میگه تو باید قلب و مغزت رو روی این جهنم باز بکنی. یه دفعه میفته یاووز رو زمین و شروع به لرزیدن میکنه و چند لحظه بعد جونش رو از دست میده. در آخر هم یه روتیل از دهنش بیرون میاد. حالا بابا میره سمت آردا، ولی قبل اینکه بهش آسیبی بزنه، رئیس پلیس یعنی رمزی داد میزنه که اونو ولش کن، بیا طرف من. بابا میره سمتش و میگه تو تا الان موفق شدی از آردا مراقبت کنی، اما الان وقتشه با سرنوشت خودش روبرو بشه. بعد یه رفیق بدون هیچ رحمی رگ گردن اونو هم میزنه. حالا با خونی که ازش ریخته بیرون، تمام سر و صورت خودش رو میشوره و آردا دوباره به توهمی برمیگرده که توی همون رستوران جلوی رمزی نشسته بود. رمزی روی زمین افتاده و داره جون میده. آردا میره سمتش و رمزی بهش میگه من به عمود قول دارم هر جوری شده ازت مراقبت کنم،
الان دیگه کارم تموم شده و وقتشه که تو کلید رو ازم بگیری. حالا گردن بریده شدهش کلید بیرون میفته که آردا برش میداره. باز برمیگره به واقعیت. یه رفه کلیدی که توی رویاش از رمزی گرفته بود به کله بابا فرو میره و فریاد میکشه. دستاش هم حالا باز شدن و با وحشیگری و عصبانیت تمام سنگیو برمیداره و انقدر به سر بابا میکوبه تا مغزش کلاً میپاچه. بقیه اعضای فرقه وحشت زدن و فقط داد میکشن که آردا از جاش بلند میشه و با سرعت از خونه فرار میکنه. همین که میرسه بیرون شروع به خندیدن عصبی میکنه و میفته رو زمین. بعد از جاش بلند میشه به سمت خیابون میره تا کسی کمک بگیره که چراغای ماشینی از دور به چشمش میخوره. شروع به تکون دادن دستاش و فریاد کشیدن میکنه اما انگار راننده نمیبینتش. وقتی ماشین میاد جلوتر متوجه چراغای ماشین پلیس میشه و میفهمه این همون ماشینه که قبلا با دوستاش توش بودن و یه دفعه تصادف کردن. راننده که حواسش نیست میاد جلو میزنه به آردا و میره توی دریاچه. میفهمه مردی که اون موقع بهش زده بودن همین آردا بوده و انگاری همشون توی این لوپ و چرخه جهنمی گیر افتادن و مدام باید این لحظات رو زندگی بکنن. البته که شاید یه راهی برای فرار ازش باشه. برای همین هم بود که رئیسشون رمزی به آردا گفت کلید همه چیز دست توه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. باسکین همونطوری که اول فیلمم گفتم از لحاظ جلوه‌های ویژو و فضاسازی ترسش واقعا خوب عمل میکنه. ولی خب داستانش یه مقدار بی سر و ته تموم میشه دیگه. یعنی چیزی که تو همه فیلم های ترکی میتونی بهش این ایرادو بگیری. دلیلش هم اینه که زیاد روی نویسندگی توجه نداره و بیشتر میرن توی قسمت ساخت فیلم. روی اون خیلی حالا هزینه های بالایی صورت میگیره و من بخوام یه چیز خلاصه بگم، به نظرم این فیلمو این شخصیت یارو فادری یا همون بابا رو که دیدن گفتن بیاد یه فیلم بسازیم این توش باشه، چون اگه برید عکسش هم ببینید واقعا تو واقعیت همین شکلیه. اینطوری است بخوام با گریم بسازنش. اومدن هول این طرف یه فیلم ترسناک ساختن. ولی از لحاظ حالا شروعش میگم استوری خوبی داره. به نظرم میخواستن مثلا این تلفیق زمانی هم قاطیش بکنن که یعنی یه جوری طرف مجبور تو این لوپ جهنمش بارها و بارها زندگی بکنه. اینو به نمایش میذارنش ولی زیاد روش مانور نمینه که اصلا چه جوری همچین اتفاقی میفته و فقط میگن همین چیزی هست. همین پیام اومده: سلام مردم خوب ایران، من سعید. یکم توی محتواش اگه بریم به نظرم حرف قشنگی رو میخواد بزنه ولی همونطوری که میگم درست نمیتونه نشونش بده. میخواد در مورد این بده که همه آدم ها یه جهنمی درون خودشون دارن، مخصوصا حالا کسایی که مجبورن با خیلی کارهای خطرناک و بعضی وقتا حال به همزن و ترسناک مثل مامورهای پلیس روبرو بشن. یه جهنمی توی درونشون ساخته میشه که مجبورن باهاش سر و کله بزنن. جهنمی که خیلی چیزهای بدی رو میتونه براشون رقم بزنه. یه کاری میکنه که مدام باید استرس داشته باشی، مدام توی هول و ولا و هیجان باشی و در آخر هم توی این لوپ گیر میفتی. همیشه برای تکرار میشه و هیچ وقت قرار نیست بهتر بشه. به نظرم میخواد در مورد اینا صحبت کنه ولی یه جوری انگاری توی مناطق محروم میخواد صحبت کنه، درست نمیدهدش. گم شدیه. امیدوارم خلاصه فیلم خوشتون اومده باشه. پیشنهادتون حتما بنویسید، همه رو قرار میدم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون داره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.